بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. در خدمتتون هستم با قسمت دیگری از برنامه اسرار روزه. در برنامه قبل به اینجا رسیدیم که در حدیث دوم اربعین شیخ بهایی این حدیث ذکر شده که فرمودن من عرف الله و عظمه من عفاه عن الکلام و بطنه من الطعام و انا نفسه بالصیام و القیام. خب معنی این حدیث چی هست؟ می‌فرماید کسی که خدا رو شناخت و به بزرگی خدا معترف شد، یعنی خدا رو به عظمت شناخت، سه تا ویژگی پیدا می‌کنه این شخص اگر بشناسه و خدا رو تعظیم بکنه. این سه تا ویژگی رو پیدا می‌کنه. یک، من عفاه و عن الکلام، یعنی دهانش رو از کلام حفظ می‌کنه. خب طبیعتاً نمی‌تونه کسی هیچ وقت حرف نزنه، پس منظور از اینه که از سخنان بیهوده و لغو و همینطور سخنانی که عنوان معصیت داره، از اینها به اصطلاح دهانش رو باز می‌داره. و بطنه من الطعام، و شکمش رو از طعام باز می‌داره، که باز اینجا منظور غذای حرام هست و همینطور غذای زیاد خوردن. و انا نفسه بالصیام والقیام، و همینطور نفسش رو به تعب مندازه، به رنج میفکنه به واسطه نماز و روزه. چرا؟ بر اینکه قراره که شخص از این حیات حیوانی جدا بشه، قرار انسان از دل این طبیعت کنده بشه و بالا بره. در این صورت است که باید از خود اون قبلیش فاصله بگیره و به اون خودی که قراره برسه. پس باید خودشو به اذیت بندازه، باید خودشو بالا بکشه. قالو به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله ها اولای اولیاء الله، گفتن پدر مادرمون بفداد یا رسول الله، آیا اینها همون اولیاء الله هستن؟ فرمودن نه اصلا. خب پس اولیاء الله کیا هستن؟ حضرت فرمودن ان اولیاء الله سکتوا و کان سکوتهم فکرا و تکلموا و کان کلامهم ذکرا. اولیاء الله اینها هستند، کسانی هستند که ساکتن. منتها ساکتن به چه معنی؟ یه وقت هست که ساکت یعنی حرف برای گفتن نداره، در دیوار تماشا میکنه، هیچ حرفی نداره برای گفتن، درونش خالیه. اما اولیاء الله کیا هستند؟ سکتوا و کان سکوت هم وکرا، ساکت میشن و سکوتشون تفکره. سکوتشون به خاطر اینه که در حال اندیشن، در حال غور در آیات آفاقی و انفسی هستن. و تکلمو و کان کلام هم ذکرا، موقعی که شروع به سخن میکنن کلامی میگن، کلامشون ذکر هست. ببینید عزیزان، در به اصطلاح معارف دینی، برای اینکه ما بتونیم خودمون رو بالا بکشیم و به کرامت برسیم، سه تا دستورالعمل گفتن. این سه تا به ترتیب اینا هستن: کم خوری، کم خوابی و کم گویی. یعنی اگر کسی میخواد به صلاح و فلاح برسه، باید کم بخوره و کم بخوابه. طبیعتاً کسی که کم میخوره کم میخوابه. و کم گویی بسیار بسیار مهمه، کمگویی. ما در فارسی هم، در ادبیات فارسی هم ما به ازایی داریم بر این. مثلا این که ببینید می‌فرمایند که کمگوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو
جهان شود پر. شخص عاقل کم میگه و گزیده میگه، اونقدر که همین کم گفتنش برای خیلی ها یک منبع الهام میشه. حالا من یک جمله دو کلمه ای براتون میگم، از یکی از دوستان نقل میکنم. ببینید، دو کلمه بیشتر نیست اما منبع الهامه. یکی از دوستان ما هستن تو همین کربلا، ایشون یک کلمه دو جمله ای گفتن. این کلمه دو جمله ای بسیار زیبا و بسیار مفیده، اونم اینه: المجالس و مدارس. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا نهار تشریف میبرید خونه دوستتون، دوستتون شام میاد خونه شما، یه جمع 4-5 نفره 10 نفره دارید، تو همین 10 نفره سعی کنید، یعنی یک مجلس نهاری، یه مجلس شامه، یه دونه عصرانه است، 4-5 نفر بیشتر نیستید، تو همین مجلس باید مدرسه تشکیل بدید. یعنی طوری بشه که شما از این جلسه که میایید بیرون ببینید بار علمیتون زیادتر شده، بار علمی دوستتون، خانوادتون افزایش پیدا کرده. این دوست ما فرمود المجالس و مدارس. ببینید، دو کلمه بیشتر نیست اما یک دنیا حرف توشه و منبع الهامه. اما ممکنه بنده 10 ساعت صحبت کنم هیچ حرف مفیدی نتونید از توش در بیارید. فلزا فرمودن کم گوی و گزیده گوی چون در. انسان نباید زیاد حرف بزنه، برای اینکه در زیاد حرف زدن زیاد هم خطا میکنه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. پس نباید زیاد صحبت کرد، باید گزیده صحبت کرد. امیرالمومنین میفرماید العاقل لسانه وراء عقله. شخص عاقل زبانش پشت عقلشه. یعنی چی؟ یعنی اول تفکر میکنه، سبک سنگین میکنه، بعد سخنی رو بر زبان میاره. ول جاهل عقله وراء لسانه. یعنی شخص جاهل برعکسه، شخص جاهل سخن بر زبان میرانه، بعد فکر میکنه که آیا باید میگفتم یا نمیگفتم. تازه خیلی های ما حتی اون تفکر بعدی هم نمی کنیم، یعنی هر چی به دهنمون میاد میگیم. گفتن ان کان کلام که من فز و سکوت که من ذهب. اگر کلام تو از نقره است، سکوتت از طلاست. یعنی اینقدر مهمه کم حرف زدن و سکوت کردن در دین، درسته؟ پس باید سکوت کنیم. اما در مقابل آیه‌ای داریم که می‌فرماید و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. در جایی که سخن شما نفعی برای مؤمنین داره باید سخن بگید. و ذکر فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اینجا باید چه کار بکنید؟ سخن بگید. حالا ببینید جمله رو فرمودن ان اولیاء الله سکتوا و کان سکوتهم فکرا. ببینید چقدر جامعه، اولیاء الله ساکت میشن و در حین سکوتشون در دریای تفکر غرقن، غرق تماشای آثار آفاقی و انفسی هستن. و تکلمو و کان کلامهم ذکرا، و سخن میگن در حالی که سخنشون ذکره. ببینید پیامبر اکرم حدود 12، اونجوری که در کتب سیره و تاریخ نوشتن، 12,000 نفر اصحاب پیامبر بود. یکی از این اصحاب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. مجموعه سخنانی که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نقل شده بیشتر از این 12,000 نفر صحابه است. و در ضمن تمام سخنانشون هم بتونید نهج البلاغه موجوده، کلماتش، نامهاش، خطبش، جملات قصارش موجود، بتونید ببینید که تمام سخنانشون نور هست. 12,000 نفر اصحاب، همه اینها رو جمع بکنیم رو هم، تعداد به اصطلاح کلماتی که گفتم به اندازه این یک نفر صحابه نیست. یعنی امیرالمؤمنین بیشتر از تمام اینها تأثیر بر عالم اسلام داشت. ان اولیاء الله سکتوا و کان سکوتهم فکرا و تکلموا و کان کلامهم ذکرا.
یعنی چی؟ یعنی اینها مرتب نور میدن. اولیاء الله کسانی هستند که نور میدن، مثل اینکه فرمود یه عده نورانی هستند. و جعلنا لهم نورا یمشی به فی الناس. قرآن کریم میفرماید که ما به عده نور دادیم که با این نور در میان مردم حرکت میکنن، یعنی حرفشون نوره، عملشون نوره، رفتارشون نوره، حتی سکوتشون نوره، یعنی مردم از اینها استفاده میکنن برای خط و مشی زندگیشون. طنطاوی میگوید که فرق مؤمن یک نکته بسیار نغز و لطیفی هست. میفرماید فرق مؤمن و غیر مؤمن چی هست؟ میگوید که مؤمن اگر مریض شد و شفا پیدا کرد، حتی یه سرماخوردگی ساده، بنده سرما خوردم فرداش خوب شدم، این بیماری، حتی این بیماری یک روزه برای من یک مدرسه است، یک مکتبه. چرا؟ سه تا نکته من میفهمم از این بیماری. یک، من صبح بیدار شدم دیدم مریض شدم، خودم که نمیخواستم، دست خودم نبود، پس سلامت من در اختیار من نیست. یک. دو، این سلامت من دائمی نیست، ممکن از بین بره. این دو. حالا که دائمی نیست، سه، من باید بدونم در این زمانی که سلامت هستم باید چه کار بکنم، از وقتم چگونه بهره برداری بکنم، آیا حق دارم وقتم رو به لغو و بیهودگی صرف بکنم یا نه. پس ببینید مؤمن از یه دونه سرماخوردگی ساده میتونه درس بگیره، یعنی سرماخوردگی میتونه براش یک کلاس درس باشه، این سرماخوردگی میتونه براش مکتب باشه. اما غیر مؤمن چی؟ غیر مؤمن اگر مریض شد نمیدونه که چه کسی رو مریض کرده و اصلا به این فکر نمیکنه که این مریض، این سلامت در اختیار خودشه یا نه. غیر مؤمن نمیفهمه که چه کسی سلامتش رو برگردوند. غیر مؤمن به این نکته دقت نداره که این سلامت همیشگی نیست و لحاظا نمیدونه که در زمان سلامت چه کار باید بکنه. این فرق مؤمن و غیر مؤمن هست که به بیان فرق بین عاقل و غیر عاقل هم میشه همین نکته. انسانهای عاقل سخنانشون ذکر حقه، یادشون یاد حقه، تکلمو و کان کلامهم ذکرا. انسان‌های مؤمن اولیاء الله و نظر و کان نظرهم عبره، اینها نگاه میکنن، نگاهشون عبرت هست، یعنی نگاه و نظرشون نظر تنها نیست، با نظریه همراهه. و نظر و کان نظرهم عبره. عبرت باید بدونیم عبرت دقیقا یعنی چی. عبرت از کلمه عبره هست، عبرت یعنی عبور کردن، عبره یعنی عبور کرد. اگر شخصی حادثه‌ای براش پیش اومد و از این حادثه، این حادثه باعث شد که ایشون عبور بکنه از این حادثه، یا به عبارتی در مورد جهل به این حادثه عبور کرد و به علم به این حادثه رسید، میگن این شخص عبرت گرفت. اما اگر قبل از این حادثه و بعد از این حادثه در همون حالت جهل موند، این شخص عبرت نگرفت. یعنی چی؟ یعنی فقط تماشا کرد، فقط نگاه کرد، همین. اما اگر از جهل به علم عبور بکنه یا از جهل به عقل عبور بکنه، میگن از این حادثه عبرت گرفت. و نظرو و کان نظرهم عبره، موقعی که نگاه میکنن در این نگاهشون عبرت نهفته است، یعنی عبور از جهل به علم هست. و نطقو و کان نطقهم حکمه، اینها سخن میگن با کسان دیگه، موقعی که سخن میگن سخنانشون حکمت هست. حکمت چیه؟ ببینید قرآن میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. در جای دیگه میفرماید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، به هر کسی ما حکمت دادیم
خیر کثیر، یعنی همه چی بهش دادیم. میگه اولیاء الله چه کار میکنن؟ نطق میکنن و نطقشون سرشار از حکمت هست، نطقشون برای دیگران راهگشاست. این حدیث ادامه داره، با توجه به اتمام وقت انشاءالله در جلسه دیگه من ادامه این حدیث رو در خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا یار و نگهدار شما.